اینجا بس دلم تنگ است، هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا سازهایمان را کوک کنیم و با هم ترانه یک رنگی بنوازیم. ستاره وقت منی، بگو بگو مال منی، نمیخوام ازم دل بکنی، بگو بگو نمیکنی. اهل محل میگن که تو تلوند و دل بری، نمیگو دوستم داری، نگو نگو نه نداری. دیوونه نشنشی ها از پیشم، نری نری ها. دیوونه نشنشی ها از پیشم، نری نری ها. عاشق شدی اما به هم نمیرسی. باور من نمیشه این جدایی، دوباره محکومم به بیگناهی. نمیتونم از عشق تو رد بشم. از فکر تو من رهاشم، تو قلبت غریبه باشم. نه از اینجا نه از خونه دارم، از یاد تو میرم، نمیخوام حس من بچه ناز دست تو دلگیر. به لوح سینه عاشق خطوط کینه میمیرد، محبت کن که دل سرد شد درون سینه میمیرد. من جان خاطر کس را اگر داری دوام دوستی، که با گرد لطیفی نور در آینه میمیرد. نمود نقش ایوان میفریبد دل از این مردم، اساس کار بنا در درون چینه میمیرد. بینندگان عزیز، با صدای ایرونی در خدمت شما هستیم. حالا من چرا این شعر رو برای اول برنامه انتخاب کردم بی ربط نیست، چون بنا که تو نمود ساخت چینه تلاش میکنه، زیبایی چینه دیده میشه، بعضی جاها اصلا زحمت بنا دیده نمیشه. مهمان عزیزی دعوت کردیم که تو موسیقی شاید پشت صحنه هستن و شاید خیلی جاها فقط یک تیتر کوچیکی از اسم ایشون موقع کلیپ ها و کارهایی که ساختن پخش میشه و چهره ایشون شاید برای خیلی ها گم باشه یا ایشون رو نشناسن. مهمان عزیز برنامه امروز ما کارگردان و تصویربردار و تدوینگر کلیپ همین جوانهایی هستن که میان و مهمان برنامه ما هستن، خواننده های عزیز. من هم سلام میگم به شما، امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشید. صدای ایرونی صدای شماست. مهمون عزیزمون بیشتر از این منتظر نمیذاریمشون و ازشون میخوام که خودشون زحمت بکشن و معرفی کنن و بفرمایید. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما مجریان عزیز، عوامل پشت صحنه، خدمت شما هستم. آقای البته من ناگفته نماند، من دو سه تا کار مزاحم ایشون شدم، یعنی خواستم که پیشش باشم ازش کار یاد بگیرم. تو دوستا کار با هم بودیم، ما بودیم، آقای ریایی بوده، خدای قیداری بوده، که اگه نامی از آقای دوست عزیز بردن صادقانه رفاقتی هستیم بین.
خب لطف کردن به برنامه ما اومدن. آقای قیداری، دوستم در مورد کلیپایی که ساختید، تو کدوم کاراتون خیلی راحت بودید؟ چه کارهای اذیتتون میکنه؟ کجاها هستن که این آهنگسازا یا مثلا کسایی که دوستم براتون کلیپ بسازین اذیتتون میکنن؟ یا با کیا راحت هستید؟ اینا همه رو برام توضیح بدید. والا دوستان عزیز که کلیپا رو میبینن خب خیال میکنن خیلی کار راحتیه، ولی خب پشت صحنه رو خودتون تشریف داشتین دیدین مشکلی حالا لحاظ حالا لوکیشن داشتیم، نورپردازی، شرایط آب و هوایی، بعد مسیر تردد. ما خب شرایط حاضر لوکیشن خوبی داریم ولی خب امکان استفاده از اونا رو نداریم. بالاخره هر خواننده‌ام یه سری فرم خاص خودشو داره، بالاخره اخلاق خودشو داره، منش خودشو داره، مجبوریم باشه بسازیم و بسازیم تا کارش انجام بدیم به نفع حسن. نظرت میخوام شما با نظر خواننده کار میکنید یا یه پرستیجی تو کار خودتون دارید، یه مثلا سکانسایی رو باید بگیرید، اونا باید تابع دستور شما باشن؟ چند درصد اونا میتونن نظر بدن، چند درصد شما میتونید یعنی اجبار کنید شخصو که کیفیت کارتون پایین نیاد؟ عرضم به حضور شما، طرفی که حالا خواننده‌ای که برام کارو میاره، ما خب موزیکو گوش میدیم، حالا طبق تجربه‌ای که داریم نظرات خودمون رو میدیم. خب نظر خود خواننده هم برام مهمه، چون کار مال ایشون، یعنی به اسم ایشون میخواد کار اسم بخوره، برای اون مهمه اسم خود خواننده، خود خواننده چطور اجرا کنه کارش رو، بعد لوکیشن ها مشورت با هم میکنیم که بتونیم کار رو قشنگ تر جمع کنیم. چرا که اینجوری؟ آقای قیداری عزیز، اگر شما یه کلیپی رو برای یه خواننده تهیه کنید، آماده کنید و برخورد بدی با شما بکنه که این اصلا منظور من رو نمیرسونه و اینو دوست ندارم، شما سعی میکنید اون کلیپ و اون تز رو عوض کنید یا نه فکر میکنید خب این بهترین چیزی بوده که میتونستید ارائه بدید و همینیه که هست؟ چجوری برخورد میکنید توی همچین موقعی؟ ما قبل از اجرا، یعنی روز کلیپ، یعنی هماهنگی به خود خوانده شده، یعنی سناریو نوشته شده، بعد شاتا، یعنی کل کاری که قرار اون روز انجام بشه با خواننده در میون میذاریم که خود خواننده تو جریان کار خودش باشه، نه اینکه مثلا خواننده رو ما ببریم بگیم اینجا بخون اونجا بخون این کار کن، نه، یعنی از قبل کل هماهنگی شده، بعد عوامر همه تو جریان کار هستن، رونده کارو بلدن که یعنی با همچین مشکل ما برخورد نکنیم. خب خدا رو شکر. پس خواننده ها بیشتر تز شما رو میپذیرن و فکر میکنن که نزدیکه به ایده های خودشون؟ درسته؟ بله، سعی میکنیم حالا ایده خودشون، ایده خودمون، حالا یا مجبور بزنیم که بتونیم کار خوب بهشون تحویل بدیم. خب خدا رو شکر که باز این ارتباط انقدر قوی هست که بله میتونه یه کار ایدئال و نرمال ارائه بده. سعید جان، چند سال تو این کاری؟ چطوری شروع کردی؟ خب این یه سوالیه که ما از همه میپرسیم. یا اصلا چند سالتونه؟ دوست دارین بگین، دوست دارین نگین، این دیگه اختیاریه. و رمز موفقیتتون رو تا این حد در چی میبینیم؟ پشت کارتون بوده یا کسی حامیتون بوده؟ متولد 61 تهران هستم ولی خب ساکن کرجم. بعد عرضم به حضور 8 ساله دارم کار میکنم، 3 سال حالا آماتوری، 5 سال به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم. افتخاری داشتم که با خواننده خوب کشورمون کار برشون ساختیم و حالا یه سری خواننده هستن که حالا تازه پا به عرصه گذاشتن که شاید بتونیم با هم کار کنیم. بعد رو علاقه، یعنی نه رشته تحصیلیم بوده، بعد نه کلاسی رفتیم، تجربی رو نیستیم کار کردیم، یعنی کلا تجربه، تجربی زار رو سی دی حالا فیلم ها یا به صرف سر پروژه دوستان رفتیم از این کار از اون بر. بالاخره تونستیم تا من توی یکی از کلیپاتون دیدم که شهرستان تشریف برده بودی. بله. خب سخت نیست این ایاب و زعاب مثلا با اون فرهنگ کنار اومدن؟ اونا کجا مثلا کردی بود فکر کنم؟ بله. یکیش درسته، یکی بله. از خواننده های کرد بود که بهشون پیشنهاد داده بود مثلا اون پوشش، اون لباس. بعد شما میای برای یه عده میسازید که مثلا پاپ میخونن، مثلا سبک کلا فرق میکنه. کسی که میاد اون کار یعنی براش ما انجام دادیم، خب کارو برای اون طرف میخواست، یعنی برای طرف سمت غربی کشور اون میخواست، ما هم دیگه خب لباس کردی و دیگه خودتون که حالا دیدین پشت صحنه هاشو واسه اونا کار انجام دادیم. واسه این طرف که جوونه که پاپ دارن میخونه یا واسه حالا خودمون دارن میخونه این کار فارسی اجرا میکنن، خب یه خورده هنگه اون کار، ولی خب اونم طرفداری خودشو داره. شما حالا کرد، ترکی، حالا هر کی بالاخره طرفداری خاص خودشو داره. ما میگه هر کی هر زبونی به خودش کارش انجام میده. خیلی خوبه. آقا سعید، اولین کاری که انجام دادید چه جوری بود؟ خب معمولا خواننده ها وقتی میان میگن اولین شعری که میخوندیم یواشکی بوده، حالا با ساز دهنی بوده، با هر چی.
شما اولین کارتون چجوری بوده؟ من خب چند سال خب حضور داشتم سر پروژه، حالا بچه دوستان حضور داشتیم، خب با روند پای صحنه خب آشنا بودم، ولی خب بالاخره یه استرسی تو کار هست بالاخره، حالا چون کار مال خود آدم، ولی خب کار مال دوستان بود، خودم نگاه میکرد واسه مهم نه، ولی خب کار وقتی مال خود آدم بخواد انجام بده خب یه سری مشکلات هست، بالاخره اتفاقات ناگهانی میفته اینا هست که دیگه خود کار آدم استرس رو میبره بالا و مشکلات واسه آدم پیش میاد. تا حالا شده برید بخواید یه کلیپ رو ضبط کنید و حالا منظور شما یه هوای آفتابی خیلی گرمه و اون روز تا آخر هفتهش هی بارون بیاد و اتفاقا داشتی همین کارو با آقای زهره و آقای ریایی هم تشریف داشت. ما مازم این سوال بپرسم ازشون که آقای قیداری عزیز برای چه اشخاصی کار زدید؟ اسمشون رو میبرید؟ یعنی کسایی که بیشتر به شما با کارهای شما، یعنی با کارهای شما آشنان، دوست دارن با شما کار کنن، از خواننده‌های مشهورن یا از جوونا هستن، کیو هستن؟ کار اتفاقا این بحثی که الان کار آقای مجید مهربانی که خودتون بله ما تو بارانش بودیم این مشکل که یعنی از اول که میخواست بخونه بارون میومد آقای زاره هم بهشون میگفتم مرد بارانی بله کلیپش که دیگه واقعا روزم داریم همش با چت بودیم، حالا خود مجید که بنده خدا داشت میخوندون بالای منبر رفته بود کل گیریمش هم مهم بگید کل گیریم و صورت و لباس و مو همه چیز ریخته، ولی خب میگم تا که تموم میشد بارون مکس میکرد انگار اونم وحی بود چی بود نمیدونم، تا میخوند دیگه ابرا شاکی میشدم بارون میومد لذت بخش نبود اون لحظه‌ای که بارون میومد. خب کار قشنگ بود وای خدا رو شکر که حالا بارون داره میاد. نه خب چون برنامه ریزی بود بعد مسیر رامون هم خیلی دور بود، لوکیشن هم جایی خیلی دوری بود، بالاخره خب تعداد نفرات هم زیاد بود، بچه زحمت کار گیریم خب زحمت داره این همه عوامر برن بیان لوازم و بسیاری سری مشکلات اصلا خب پیش اومد، ولی خب کارش خوشبختانه کار خوبی بود. دیگه برای کی کار زدی؟ کار آقای کاوه بود که این کارشو میبینین، کار آقای مجید نعمتیه، آقای مجید داره پخش میشه، آقای کار مصطفی خزاییه، کار بهروزه، کار مهیاره، کار سعید نوروزی و بعد دوستان زیاد زنده و سلامت باشید. خب ما میریم یکی از کارهایی که آقای قیداری زحمت کشیدن، زحمت کارگردانی و تصویربرداری و تدوینش و کلا به دوش ایشون بوده، میریم یکی از این کارها رو میبینیم و باز برمیگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز هست. دریا زمان واسه یه لحظه دیدنت جون و آتیش میزنم واسه به دست و بردنت اونقدر ازش میگم تا منو باور بکنی تو هم عاشقم از همه چیزم میگذرم تا
تا تو با من بمونی، دیوونه این عادتم. اگه جسارت نباشه میخوام بگم دیوونتم، اگه فرصت بدی تو دنیامو با تو میسازم. شنیدم گفتی که تو عاشق هیچ کس نمیشی، منو باور نداری، میخوای بری تنها باشی. منو از خودت نرو، منو باورم بکن، نظر اگه تو پیشم نمونی دلم تو دریا غرق میشه، دریای اشکام میگم دلم ماتم سرا میشه. دیدیم خب کارشون خیلی قشنگ بود، البته بنده نمیتونم چون دوستم باشون ازشون تعریف کنم، ولی صادقانه بگم اغراقم نمی کنم، ایشون رو کار خیلی زحمت میکشه. حالا بالاخره خیلی هم دوست داره اونی که میخواد از آب در بیاد، بالاخره تو کار پیش میاد. یه مودی مثل کلیپ آقای مجید مهربانی باران ما رو خیلی اذیت میکنه که صادقانه اذیت شدن ایشون، حالا ما زیاد نه که تو حاشیه بودیم، ولی کلا کارشون زیباست و من جدا صادقانه دوست دارم یک روز اگه کار تصویر برداری داشته باشم با آقای قیداری بسپارم. البته ایشون خیلی صادقانه همیشه صحبت می‌کنن. ولی واقعا و صادقانه کلیپ هایی که ایشون ساختن خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، خیلی لذت بخش، ارتباط قوی برقرار میکنه. و هم من تایی امورمزون و به به دستش درد نکنه، دستش درد نکنه. با این گل پسر شاخ شمشاد آقا محمد دستون درد نکنه. متشکرم. میخوایی بیه پیشه من محمد دوزه باره سمون بیه پیشه همون رمزون. این باقالی ها داستانش چیه داداش؟ اینا که چیه پاشیدی روش؟ اینا گلپره که مخصوص همون باقالی هست. دستون درد نکنه باقالی و گلپر رو. ما از مهمان عزیزم مرسی پذیرایی بکنیم، دستون درد نکنه. مرسی، متشکرم، خیلی زحمت کشیدید. دستون درد نکنه، متشکرم. مرسی. این بچه مرشد ما همیشه آقاست بابا. بچه مرشد محمد خان دستون درد نکنه. خیلی لطف کردید، خیلی لطف کردید. قربان شما.
sensiz nasıl yapam ki? Aşkımı sensiz hayran taşıyorum. Tanto della noreggio tu mi dire respedo deske baro to mi mire seni görmeden inan dayanamam ki vallahi mahvolurum yaşayamam ki biliyorsun bir an unutamam bana dön gel yarım. Aşkımı sensiz hayran taşıyorum. Tanto della noreggio tu mi dire respedo deske baro to mi mire seni görmeden inan dayanamam ki vallahi mahvolurum yaşayamam ki biliyorsun bir an unutamam. Dön gel yarım, sana güveniyorum. Sevgilim senden doyamıyorum. Miha, oto başa, aslo, codan aşam. Eşle tora miha, vase hemişe. تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری زن و مرد. بفرمایید برو کمون چشم اصلی سوسن خانوم خوشگل خانوم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانوم میخوام بیام در خونتون نمیخوام بیای حرف بزنم با باباتون ما نمیخوام میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دومادتون بابا میخوام بیام خواستگاری نگونم نگو نمیشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دومادتون بابا میخوام بیام خواستگاری نگونم نگو نمیشه این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه میشم فدات عاشق چشات میریزم به پا تو هرچی بخوای حالا نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم ای نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانوم آره توی تاج سرم
میگم بوس بو کنه ازم، بگی اسمم سوسنه نه ازم بالا سوسنه 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 موسنه، هر چه بشه سوسنه بشه، سوسن خانه یه دونه باشه، کفشه یه سفید باشه، به چی می ناسی بیا پیش ما، به جد تو ناصر دیشنا، این همه و یکیش ما، بیایی بشین سریش ما، شب نه نمدم در خونه، می دوزم دیبرم زن خونه بشی، به سر دو سرامین تاسیم یه مخ زنه گنده یه جوجه کشی، با دوان کتا رو مفوشی من و شلوار گلگلی یه کشی. نگو نمیخوای، نگو نمیشه، نگو نمیخوای، خوشگل خانم ابرو کمون چشم عسلی سوسن خانم، خوشگل خانم ابرو کمون چشم عسلی سوسن خانم، میخوام بیام در خونتون، نمیخوام بیای، حرف بزنم با باباتون، نمیخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون، بابا میخوام بیام خواستگاری نگونم، نگو نمیشه، این قلب من عاشق تازه عاشق ترم میشه، حالا نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم، آره توی تاج سرم، ای نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم، آره توی تاج سرم، حالا نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم، آره توی تاج سرم، ای نمه نمه بیا تو بغلم سوسن خانوم، آره توی تاج سرم، خوشگل خانوم ابرو کمون چشم عسلی سوسن خانم، سوسن خانم. رمضان عزیزم شرمندمون کرد با چای و باقالیش و اینا. سعید جان نظرت در مورد این محیط، این کیترینگ بین المللی آرزو که مخصوص مراسم و ایناست، با 15 سال سابقه، این همه زحمت هم که میبینید گردن این گروهه، شما نظرت چیه؟ راضی هستی به عنوان دیدت از نظر یک کارگردان نسبت به طراحی اینجا؟ دوستانم صادقانه بگی نظرتون چیه؟ دوست دارید یک روز قسمت بشه اینجا تصویر برداری کنی؟ عرضم به حضور شما محیط خیلی شیکه، منم از همینجا از مدیریت تشکر میکنم، پرسنل زحمت کششون که همچین محیط در اختیار آقای کارگردان گذاشتن، محیط واقعا سنتی و خیلی شیکه، یعنی چیز امروزی شما اینجا نمیتونی ببینی، بعد منم خب دوست دارم اگه قسمت بشه اینجا بتونم کار تصویر اگه اجازه بدن به ما مدیریت انجام بدیم، حالا کلیپ که دوستان که افتخارش داشته باشیم اینجا کار کنیم. ببخش البته میدونی که توی همچین روزگار مدرنی این مدلی بودن خیلی سخته و عهده‌دار بودن این مراسم و این سروسات سنت ایرانی خیلی سخته فکر کنم. الان شما هر تالری بری مد روز داره کار میکنه، یعنی علاوه بر حالا ساختمون، نمای ساختمون، داخل ساختمون، پرسنل، همه کچوار و کراوات و شیک دارم میگه، ولی خب اینجا خوشبختانه همه چی سنتیه، چه علاوه حالا دکور، سالن داخل، فضای بیرون، قهوه خونه سنتیش و حتی پذیرایی که میشه، همه چی سنتیه. واقعا لذت بخش اینجا نشستن و برنامه فضای بیرون و صدای آب و
دریاچه و آبشار واقعا قشنگه. حالا خوشحالم که امشب یه خاطره خوبی توی ذهن شما میمونه. حالا اگر از ما نمونه، ما زیاد راضی نبودی و در محیط راضی هستی. خب بینندگان عزیز، تا مهمان عزیزمون پذیرایی بشه برمیگردیم خدمتتون، میریم یکی، البته ببخشید من توپق زدم، میریم یکی از برنامه‌ها یا یکی از کارهای آقای قیداری رو مجدداً می‌بینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم با قسمت پایانی برنامه. قسمت پایانی برنامه، برگشتیم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که تا اینجای برنامه راضی بوده باشید، به سوالایی که دوست داشتید، به جواب سوالایی که داشتید البته به جوابش رسیده باشید. خب سعید جان، ما اینجا یه وقتی رو در اختیار مهمونان عزیزمون میذاریم که اگه میخوان از کسی تشکر کنن یا پیامی چیزی دارن برای کسایی که تو این حرفه هستن، این وقت رو در اختیارتون میذاریم که با مخاطبین خودتون از طریق دوربین برنامه ما در ارتباط باشید. من همیشه پشت دوربین بودم، بعد بار اولمه که اومدیم حالا جلوی دوربین، همیشه پشت دوربینی داریم هم مردم فیلم میگیریم، حالا دارم هم ما فیلم میگیرم. خب بالاخره میگه چا من کم برد کسی یا بالاخره قسمت شد که بیاییم پشت دوربین ببینیم پشت دوربین چه خبره، جلوی دوربین ببخشیم، جلوی دوربین چه خبره که خبره رو میبینیم و شاید هستیم. خب جلوی دوربین بار اول داریم میریم. بعد خیلی خوشحالم که امشب پیش شما اینجا جا دارم که من مادر عزیزم تشکر کنم که همیشه پشت من بوده، بالاخره شب دیر بیا صبح زود برو. بعد خانم خوبم که کمکم میکنه، نظراتش خیلی واسه من مهمه، تو تدوین همیشه باهامه، کمکم میکنه، نظراش استفاده میکنم. جا دارم ازم تشکر کنم. خوش باشید با هم. ممنون. من هم تشکر میکنم از مهمون عزیز برنامه‌مون که امشب وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. لحظه به لحظه زندگیشون ارزشمند میگذره، بخاطر اینکه تو هر دقیقه‌ای که میگذرهشون مشغول یه کار مفید هستن و خیلی تشکر میکنیم ازشون واقعا که وقتشون رو به ما دادن و اومدن توی جمع ما. افتخاری بود برای ما که در خدمت شما باشیم. مرسی از اینکه با ما بودید. شبتون بخیر، خدا نگهدار. شبی دیگه ما رو همراهی کردید، امیدوارم که بتونیم پاسخگوی این همه محبت شما باشیم. خدا نگهدار. سعید جان خیلی زحمت کشیدی، خسته نباشی عزیزم. بفرمایید. قربونتون برم. بفرمایید. تو هم بیداری یا امشب، میدونم خیلی دلگیری، دلت تنهاست، نمیدونی با چی آروم بگیری. تو دنبال یه راهی که با حست هم قدم باشه، شاید این آه غمگینت مثل آواز زیباشه. چیزی بهتر از این نیست که دلت عاشق شده ساده، میخوای یاد کسی باشی که قلبش رو بهت داده. شاید گاهی تو بیتابی، دوچاره حس تردیدی، بهونه گیری یا اما دلیلش رو نفهمیدی. میدونم چاره عشقه یا تنهایی یا تردیدت، میتونه چه میشه راه امیده. میتونی با صدایی که با احساس تو همراه تو باشه، باشی و آرام تو از یه بیران
شاید حرف دلت باشه همین شعری که میخونی تو حال لحظه کنار توست همین صدای ایرونی شاید حرف دلت باشه همین شعری که میخونی تو هر لحظه کنار توست همین صدای ایرونی همین صدای ایرونی